ماجرای روز قدیر و برافراشتن دست حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام توسط رسول الله صلی الله علیه و آله در این روز که در آن بیش از 100 هزار مسلمان حضور داشته و شاهد ماجرا بودند، یکی از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که جانشینی امام علی علیه السلام درستی ادعاهای شیعیان در این باره و حقانیت شیعه را ثابت می کند. اما متاسفانه پیروان برخی مذاهب و فرق به هر نحوی تلاش می کنند این موضوع را انکار کرده و خلافت افرادی دیگری را به جای جانشینی حضرت علی علیه السلام بر حق تلقی کنند و ادعای آنان برای این سخن تعیین و انتخاب این خلفا توسط دیگر خلفاست. حالا و بعد از گذشت بیش از 1400 سال، دو مرد عربستانی با حضور در محل واقعه قدیر تلاش کردند در اقدامی بی سابقه و جالب اثبات کنند که آیا از نظر علمی واقعه قدیر و انتشار صدای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امری امکان پذیر بوده یا خیر. دو مرد عربستانی با حضور در منطقه تاریخی قدیر خم که بین مکه مکرمه و مدینه منوره قرار دارد، تلاش کردند چگونگی انتشار سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله در روز عید قدیر خم و معرفی حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین و وصی آن حضرت بعد از شهادتشان را تکرار کنند. هدف از این کار این بود که آزمایش کنند و ببینند آیا واقعاً در صورت سخنرانی و صحبت کردن صدای فرد سخنران به صورت گسترده پخش خواهد شد یا خیر. علی ابراهیم الحرز یکی از این دو مرد عربستانی است که بر فراز کوه ایستاد و سخنانی را بیان کرد و یکی از دوستانش که با او در این اقدام آزمایشی شرکت کرده بود حدود 3 کیلومتر دورتر در طرف دیگر این کوه ایستاده بود. به اذعان و شهادت این دو مرد عربستانی، صدای آقای علی ابراهیم الحرز در طرف دیگر محل قدیر، یعنی روبروی کوهی که وی در زمان فعلی و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری ایستاده و به ایراد خطبه قدیر پرداخت، به وضوح شنیده می شود. در آن روز تاریخی رسول الله صلی الله علیه و آله دست مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را برافراشت و خطاب به بیش از 100 هزار نفر از مسلمانان حاضر در محل فرمودند: من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. تجربه عملی انجام شده توسط این دو نفر که در یک کلیپ ویدیویی ضبط و به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، دلیل و اثباتی دیگری برای مستند کردن یوم الله الاکبر اما به شیوه‌ای نوین و متفاوت به شما می رود. با این اقدام به نظر می رسد که عذری برای برخی مسلمانان که ادعا می کنند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین حرفی در روز قدیر نزده باقی نمانده است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. گفتنی است در روایت‌های مختلفی که در کتب تاریخ و روایی مذاهب و فرق مختلف اسلامی وجود دارد، واقعه قدیر به شکل متواتر بیان شده و همه متفق آوردند که بعد از سخنرانی رسول الله صلی الله علیه و آله و برافراشتن دست حضرت علی علیه السلام و معرفی ایشان به عنوان جانشین پیامبر، حاضرین در محل به سمت امام علیه السلام رفته و با عبارت بخن بخن لک یا علی تعیین جانشینی ایشان را تبریک گفتند و با ایشان بیعت کردند.